مدتی است که شبکه شما رو گوش میدم. خودم هم تحصیلات حوزوی دارم، هم دانشگاهی در رشته الهیات. یه بار شبهه برام وجود اومده که شما مخصوصا در بحث دیشب شما که بحث احکام رو فرمودید که اجرای احکام در مثلا بحث قصاص و بحث دیگه باید متوقف شه تا زمان حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرجه و شریف. سوال من این است که ما که در زمان غیبت به سر میبریم، آیا باید ما دست روی دست بذاریم؟ یعنی تمام مسائلی که اسلام در امام علیه السلام چرا غایب شده؟ شما میدانید امام علیه السلام چرا غایب شده؟ علت غیبت حضرت ولی عصر علیه السلام چیه؟ علت غیبت این است که ظرفیت جامعه باید به حدی برسه که ایشون بتونن ظهور کنن. خواهر من، شما میپرسید، خواهر من ائمه اطهار علیه السلام این منعی که کردن که قبل از قیام حضرت ولی عصر علیه السلام شما قیام نکنی، شما به عنوان شیعه اینو چگونه توجیه میکنید؟ این همه حدیث، این همه این غیبت نعمانی، کتاب غیبت نعمانی میدونید کیه؟ غیبت نعمانی، جناب نعمانی شاگرد جناب کلینیه، یعنی اون زمان این کتاب رو شده، مثل کافی اون زمان کتاب کافی کلینی هست. اون زمان یک بابی داره که کسی قبل از قیام حضرت ولی عصر علیه السلام ظهور بکنه صاحب خودش تابوته. من کردن شما چی میفرمایید؟ شما بهتر میفرمایید. نه من بحثه شما رو بعد اجازه بفرمایید، من بحثه شما رو کاملا متوجه شدم و اتفاقا جاهایی هم به این مسئله بحث میکنم که قبول دارم این صحبت ها. من صحبت من این هست که ما در زمانی که در غیبت حضرت ولی از به سر میبریم، ما مسلمان هستیم. بله. مسئله امر به معروف نهی از منکر، مسئله احکام عملی، امر به معروف، اجازه بدین خواهر من همین نکته رو من جواب بدم. امر به معروف نهی از منکر که دولت نمیخواد، امر به معروف نهی از منکر بر دولت ندارم. ببخشید من بحث دولت رو ندارم. من بحث این است که ما مسلمان ها ببخشید باید جامعه رو به سمت احکامی که خدا از ما خواسته پیش ببریم. یعنی ما باید در جامعه مثلا یه جا برای ما خانم ها، بله، خود شما بارها اشاره کردید، بحث ارتباط با نامحرم کوبیدید، من صحبت شما رو همه رو گوش میدم. بله. شما به مسائل شرعی کاملا ارتباط دارید و قابل اجرا میدونید. خواهر ما در زمان قیبت خب لازم جامعه رو سالم نگه داریم. خواهر بزرگوار اجازه بفرمایید، این که امر به معروف نهی از منکر، اینا که ما منکر که نشدیم، تبلیغ دین رو من بارها گفتم واجبه، تبلیغ دین، آموزش دین، دعوت مردم به راه حق، کمک به مستمندان، اینا همش لازمه. اما دولت، یک حکومت، تشکیل حکومت منظور من بود، اونو من صحبت کردم. اگر مثلا ما در رأس حکومت ما کار نداریم که ما بحث این نداریم کسی خودشو نائب نعوذ بالله پیامبر قرار بده یا مسئول، اما اگر در رأس دولت فردی باشه، اون سوال من این هست، در رأس دولت فردی باشه که قصدش این هست که احکام اسلام تا اونجایی که خداوند در توانش گذاشته، نه اینکه خودشو مسئول میدونه، نه تا اونجایی که در توانش گذاشته بحث غیب، بحث احکام اسلام بخواد در جامعه پیاده کنه، نه اینکه ادعای معصومیت یا ادعای نائب بودن داشته باشه، آیا این قابل قبول برامو؟ من برای شما این عرض بکنم خواهر من، وقتی که شرایط مهیا بشه، ببینید چون خداوند متعال اینو خوب شما باید درک بکنید، ببینید شما امامت را وقتی بشناسید که امام چیه و امام چه کسیه و امامت چه مقامیه، یکی از شؤون امامت اجرای احکامه، اجرای احکام خدا که خداوند متعال این احکام را همونطوری، ببینید که ما در بحث نبوت، در بحث امامت، شما که خود فرمان الحمدلله در حوزه درس خواندید، اونجا اسمت مطرح میشه که اسمت برای چی چیز دکارم، میگن که نبوت سه شأن داره، یکی تلقی وحی، یکی تبلیغ وحی، یکی حفظ وحی از و شریعت از انحراف، و یکی اجرای احکام خداوند متعال. در هر چهار مرتبه باید پیغمبر معصوم باشه، هم در تلقی وحی، هم در تبلیغ وحی، هم در حفظش دین، که از این که بیاد اینها را مردم عوض بکنه، علمای فاسق، مردمی که به خاطر طمع خود یا به خاطر نفهمی و جهل بخواد عوض بکنه، نفهمن، این جلوی اینها را بگیره، و یکم اجرای احکام. همینطور بر امام میگم که اونجا تلقی وحی نیست دیگه، شریعت نازل نمیشه، اما این که برای مردم تعلیم بده، این را حفظ بکنه و اجرا بکنه، در هر سه مرحله اسمت شرطه. اما در امامت
یکی از کارهای امام چیه؟ اجرای احکام. اجرای احکام را خدا در امام علیه السلام واجب قرار داده. عرض کردم مثل که ما شما نماز میخوانیم، در که نماز بر ما واجبه که اگر نخوانیم گناه کردیم. همینطور اجرای احکام، جلوگیری از ظلم ظالمین، دستگیری از مستمندان و هدایت مردم و اینکه در کسی بیگناهی را نکشد، اگر کسی کشت او قصاص بشه، همه اینها بر امام علیه السلام مثل نماز صبح واجبه و امام علیه السلام معصومه، کسی نیست که کوتاهی بکنه، تقصیر بکنه در امر خود. وقتی که از جانب خدا بر او واجبه و او کسی نیست که تقصیر بکنه، شرایط که آماده بشه، او قبل از من و شما، قبل از من و شما خود او علم داره، خود او پرچم را بلند میکند. یعنی در اصل غیبت، غیبت اصلا اساسش برای امینه که اون چون آخرین حجت خدا هست و آخرین وصی حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم، بعد از او دیگر وصی نیست، چون او اگر کشته بشه دیگر دین تمامه، حفظ جان برای او واجبه، او باید زنده بمانه تا این انقلاب عظیم را برپا بکنه و عالم را متحول بکنه. و او نیست مثل امام 11، مثل امام 10، مثل امام 9، امام 8 که اگر کشته شد اشکال نداره، امام بعدی هست. نه، او آخرینه، دیگر بعد از اون او باید زنده بمانه. لذا تا اون زمانی که همین قدرت را پیدا بکنه، همین شرایط مهیا بشه که احکام خدا جاری بشه، و این شرایط چیه؟ تمکین مردم. این عده از شیعیان خالص باشن که دست و بازوی حضرت بشن، یار حضرت بشن، که با اونها بتونم حضرت کار خود را پیش ببره. تا اون زمان حضرت علیه السلام در پرده غیبته. لذا با مجرد اینکه این شرایط پیدا شد، با مجرد اینکه این شرایط پیدا شد، نه اینکه انقلاب ایران که توده‌ای در اون شریکه، مجاهدین خلق در اون شریکه، همه گی مردم در اون شریکه و میخوان که شاه بره دیگه، هدفش هم چیز دیگه بود، اون که چیز دیگری بود. اما وقتی که این شرایط پیدا بشه که احکام الهی جاری بشه، امام علیه السلام خودش تقصیر نمی فرماید. اینطوری اصلا تصورش باطله، تصورش اصلا باطله که ما بتونیم احکام جاری بکنیم، امام علیه السلام تشریف نیاره. اون وظیفه‌اش همینه که احکام رو جاری بکنه، اون تشریف نیاره. این تهمت به امام علیه السلام و این عدم شناخت از امام علیه السلام. و هر کسی که قبل از امام علیه السلام میاد بر حکومت میاد، اینا طالب دنیا هستن، اینا هدف اصلیشان طلب دنیا و حب ریاست و جر منفعت به خودشان. حالا در کنار این کار خود، اگر یک وقتی برای سیاست خودشان، برای ریاستشان بخواد احکام رو هم جاری بکنن، اینها احکام اسمت میخواد. خواهر من، اجرای احکام، عرض کردم این عقیده شیعه، اساس شیعه اینه. شما کتاب تجدید شیخ طوسی رو، خواجه طوسی، محقق طوسی، استاد البشر، حقل عادی هشر، ایشان رو باز میکنید، ایشان این مثل قرآن کریم در عقایده اجرای احکام اسمت میخواد، همونطور که تلقی وحی اسمت میخواد، اجرای احکام اسمت میخواد. لذا این که میگید که یک کسی که خودش اسمت نداره میخواد احکام رو جاری، نمیتونه، ظلم میکنه به مردم، این امکان نداره، چون این مقامی هست، تسلط بر جان و مال مردم، بله، از اون ظلم صادر میشه. بفرمایید چیز میگفتین؟ بله، یعنی شما منظورتون این هست که ما مسلمان ها، یعنی اگر ما مثلا فردی به مظلوم کشته بشه، یعنی بدون ناحق کشته بشه، بله، حکم طرف مقابل قصاص هست، این قصاص انجام بشه یا نشه الان در زمان غیبت؟ خواهر من، اگر این یک مسئله اختلافیه که آیا اجرای احکام در اصل غیبت در دست حاکم شرع هست، در دست مجتهدین جامع شرایط هست یا نیست، این یه مسئله اختلافیه که همچین احکام کسی قصاص بشه یا نشه، اون شما از مرجع تحقیق خود بپرسید که اونجا قصاص بکنن یا نکنن. خواهر من، اما بحث حکومت و تشکیل حکومت و قیام قبل از حضرت ولی عصر علیه السلام را من بیان کردم که ائمه علیه السلام معنی کردن و کسی هم که به حکومت بیاید حتما ظلم میکنه به مردم و انسان حسابی نمیتونه باشه دیگه. حالا این بیان کردم، حالا کسی که اگر کشته میشه او را اولیاء دمش قصاص بکنن یا نکنن، او را بله، من اون مسئله تخصصی او را باید از مرجع تقدیر سن بپرسی. درست شد؟ یعنی ما الان که در زبه بخشی بله، من این سال این هست که الان که ما، اما یه براتون میگم، شما در یک قصاص نمید عزیز خواهر من، تمام احکام معطله تا که حضرت تشریف نیاره، هیچی درست نیست، هیچ چیز. اگر تو بدون امام عصر علیه السلام، بدون اون منجی، بدون اون کسی که وصی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میتون کار راست پیش خودش پیش، هیچ کاری را نمیکنه، بدتر خراب میکنه. این را بدانید خواهر من، یک منجی امام عصر علیه السلام، شما اگر واقعا اعتقاد دارید، اعتقاد قلبی دارید به امام عصر علیه السلام، این حرفا رو وقت نمیگید خواهر من، چون این همه حرف حرف چیه؟ به خاطر اینکه عدم شناخت امام زمان علیه السلام. فکر میکنید بله امام زمان علیه این شاید این غیبت اصلا، نه، من کاملا کاملا معتقدم به این مسائل، من تو یه شبهه‌ای که من دارم این هست که ما آیا در حضرت
تا که ازت تشریف نیاره عالم پر از ظلم و پر از جور، شما هیچ امید عدالت رو نداشته باشید. نمیگم که ما سعی نکنیم که عدل نباشه، نه، ما باید امر معروف بکنیم، به ظالم بگیم اگر حرف ما رو گوش میکنن آقا این ظلم نکن، مردم رو نکش، اگر تاثیر داره، اگر تاثیر نداره که واجب نیست. امر معروف هم شرطش اینه که تاثیر داشته باشه. یک کسی مثلا میخواد خانه یک کسی رو دزدی بکنه، اگر میشه او را نصیحت بکنه آقا دزدی نکن، اگر میتونی جلوش بگیر جلوش بگیر، من نمیگم این کارا رو نکنید، دست روی دست بگذارید هیچ کاری نکنید، اینو نگفتم. و حتی مثلا یک کسی دیکتاتوره میخواد به مردم ظلم بکنه، فردا 100 نفر بیگناه رو اعدام بکنه، اگر حرف شما تاثیر داره یا میتونید اصلا جلوش رو بگیرید، باید این کار رو بکنید، باید این کار رو بکنید. اما این غیر از قیامه که میخواد دولت تشکیل بده. امر به معروف واجبه، نهی از منکر واجبه، نشر احکام دین واجبه، خدمت به فقرا واجبه، خدمت به مردم خلق الله واجبه، همه اینها واجبه، لازمه، اینها باید باشه. فقط حرف ما در اینه که ائمه اطهار علیهم الصلاة والسلام این چیز را که اینها میگن نگفتند، نه ولایت فقیه را گفتند که فقها ولایت داره بر جان و مال مردم، و نه اینکه شما بخواید قیام بکنید بر علیه ظلم، بله لشکر تشکیل بدید بر علیه مستکبران شرق غرب به عالم لشکر بکشید، اینها اصلا این حرفا نیست. بله، وظیفه ما شما انتظار حضرت، یعنی شما فرمایید این از توان یک انسان عادی خارج است. چی از توان انسان عادی خارجه؟ این که بخواد لشکر کشی کنه و عزم برقرار کنه، کار معصوم هست، کار معصوم داره. بله، کار عصمت میخواد، عصمت میخواد خواهر من، عصمت. بله، چون اگر ممکنه یه مقدار، چون صحبت شما کلی هست، یه مقدار شبه آمیزه، اگر ممکنه باز کنید این مسائلی که بیان میفرمایید. حالا از تلویزیون گوش کنید. خب خواهر من، خدا حافظ شما. بله، متشکرم. خدا نگهدار شما. ببینید توضیحش اینه که کسی که خودش هوای نفس داره، خودش غضب داره، یعنی یک وقتی یک چیز ناراحت میشه، یک بیگناه را میگه اینو اعدام بکنه، یک بیگناه را چوب بزنید، ما شما این میگه وقتی که این داریم، این شخص نمیتونه عدالت بر همه مردم، جان و مال مردم را در اختیار او قرار بده، عدالت برقرار بکنه، نمیتونه. او کسی که عصمت داره، اگر او در رأس باشه، حالا مثلا عصمت داره دیگه، نمیتونه بر کسی ظلم بکنه، اصلا امکان نداره بر کسی ظلم بکنه، برای یک مرشد ظلم نمیکنه، تمام وظایف خدا، ولو براش زحمت داشته باشه، ولو براش خیلی خستگی آور باشه، خونش بریزه با اون انجام میده. خب خیلی واضحه، آشکاره، یک کسی عصمت نداره، یک کسی عصمت داره، تفاوت این زمین تا آسمان اصلا قابل قیاس نیست. اون کسی که تابع هوای نفس خوده، هوای نفس داره، جهل داره، نمیدونه، حالا باید زود تصمیم میگیره این شخص یا کشته بشه یا خودش کشته میشه، یا این شخص رو باید بکشه یا حکومت خودش از بین میره. خب اگر عصمت داشت، خب اصلا سوال از برش پیش نمیاد، این تردید نیست. اگر عصمت نداشت، بله جهل داره و خوف داره، این شخص شاید اصلا حکومت رو از بین ببره، شاید این شخص بی گناه اینجا چیکار میکنه، اگر اقدام نکنه فردا حکومت خودش از بین میره. حکام فعلی جهان اینجوریه که به مجرد اینکه احتمال درست باشه که بله امکان داره این شخص مرا از حکومت مرا از بین ببره، او را اصلا نابود میکنن، حالا شاید هم بی گناه باشه، بعدن براش هزار پرونده تبلیغات درست میکنن که این شخص اینجوری بود، اصلا اهل لواط بود، پس اون رو بدنام تاریخ میکنن اصلا، که بله ما اسناد آوردیم که جاسوس فلان بود، جاسوس فلان بود، اینقدر لشکر جمع کرده بود، اینقدر سلاح جمع کرده بود، میخواست برای ما خروج بکنه، اگه ولو بعدن بی گناه باشه، اینو براش درست میکنن. خب کسی که عصمت نداره چیکار میکنه در اینجا؟ اگر او را نکشد، شاید حکومت خودش حتما از بین بره. کدام حاکم دنیا در همچین جایی که قرار میگیره توقف میکنه و دست اقدام نمیکنه، اون شخص را که برایش ثابت نشده و بیگناه او را نمیکشه؟ ها، تمام این حکام دنیا فعلی اقدام میکنه، او را پدرش در نمیاره. بله، و شاید شخص بیگناه، خب این ظلمه دیگه. شما و از این قبل مسائل خیلی زیاد، جان و مال و ایمان مردم، ببینید چی چیزی از جان شما مهمتره. شما جان یک کسی که اصلا خیلی امینه، خیلی امینه، شما بهش جان خود را در اختیارش بدید، مال خود را در اختیارش بدید، ناموس خود را در اختیارش قرار بدید، هیچ گونه خیانتی نمیکنه، یعنی امام معصوم امینه، امانت داره. یک کسی دیگر نه، همچین ضمانتی درباره او نیست، شاید ظاهرش خوبه اما فردا شاید ظلم بکنه، انسان بیگناه را بکشه، شاید جان مال مردم، ایمان مردم را بی ایمان بکنه. شما حاضر عزیزترین گوهر خود را به دست او بدین؟ نه، عزیزترین گوهر شما چیه؟ ایمان شما، جان شما، مال شما، آبروی شما، ناموس شما. حاکم بر همه اینها حکومت داره، بر جان، مال، ناموس، ایمان حکومت داره. این را شما به دست کسی میدین که او عصمت نداره، این اصلا عقلا قبیحه، این اساس تشیع داره، اینه
اگر شما کتاب عقاید شیعه را بخوانید در مبحث امامت که میرسه میگم امام باید معصوم باشه. دلیل عصمتش چیه؟ میگه همینه که جان، مال، ناموس، ایمان مردم در دست کسی که از جانب خدا هیچ ضمانتی وجود نداره. شاید مردم را ظلم بکنه فردا، شاید مردم را بیچاره بکنه فردا. خب اصلا عقلا خبیه به دست او سپردن درست نیست. عقل انسان کمی فکر بکنه درست نیست بغیر به دست او سپردن. چطور میشه خداوند متعال میلیاردها انسان سرنوشت به دست کسی بسپاره که قابل امانت نیست، اطمینان نداره؟ خب درست، به خاطر همینه که ائمه طاهرین ائمه علیهم الصلاه و السلام از جانب خدا اسمت داره. خط مخالفین، سلام علیکم.